امید تو و یاری تو برنامه امروز آغاز میکنیم و یک سلام گرم هم تقدیم میکنیم به همه شما عزیزان بیننده شما عزیزانی که شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری انتخاب کردین و بیننده برنامه هایش هستین امیدوار هستم که جور و سلامت باشین، سردمند باشین و به خصوص بیننده های عزیز برنامه روشنا یک سلام ویژه تقدیم شما عزیزان امیدوار هستم که در هر ساعتی که هستین امروز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و تا این لحظه هم آرامش نصیب دلها و قلبهای یک یک شما عزیزان باشم با توکل به خدای بزرگ حتما آرامش در دلها و قلبهایتان ایجاد میشن همراه ما باشین با برنامه روشنا و در شروع برنامه هم نمبر واتساپی را میگم و دوست دارم که با ما در ارتباط باشین به صورت زنده و لایف تقدیم شما عزیزان میشه برنامه ما و اگر سوال، پیشنهاد انتقاد و هر صحبتی که دارین ما در خدمت هستیم 964, 780, 255, و اما روز یک شنبه هست و شما عزیزانی که با ما همراه هستین همیشه و در هر روز ما در روزهای یک شنبه موضوعی را تحت عنوان اصراف آغاز کردیم و گفتیم که خداوند در قرآن دستور داده که دوست نداره اصراف کنندگان را پس ما به دستور خداوند باید عمل کنیم و اگر دستور خداوند برای ما اهمیت داشته باشه نسبت به این موضوع حتما حساس خواهیم بود و میایم تحقیق میکنیم و بیشتر جستجو میکنیم و آگاهی های لازمه نسبت به اصراف پیدا میکنیم که اصراف چی هست چگونه هست چه عواملی دارم و چه عواقبی دارم امروز در رابطه با پیامدها و عواقب اصراف با شما عزیزان گفتگو میکنیم پس حتما بیننده برنامه باشین خانم حسنزاده هم امروز کارشناس ما هستن سلام و خوش آمدین خانم حسنزاده بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و همچنین بینندگان عزیز برنامه روشنا امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینن جور و سعادتمند باشن و روز خوب خوشی را از خداوند متعال برای همه عزیزان خواهان هستن بله بسیار عالی و عزیزان بیننده ای که ما با ما همراه بودن در رابطه با اسراف وقتی که ما صحبت ها را شروع کردیم مطمئن هستم شما عزیزانی که گوش کردین و بیننده برنامه بودین حتما بسیاری از اسراف هایی که در زندگی داشتیم ما و متوجه نبودیم غافل بودیم حتما نسبت به اونا حساس شدیم میزان آبی که مصرف میکنیم میزان آبی که در گیلاس هست و نیمه از او را حتی میخوایم خالی کنیم نسبت به او حتی ما حساس شدیم و دوست نداریم حتی او را اصراف کنیم نسبت به برق ها و گروپ هایی که روشن است حتما نسبت به اونا حساس شدیم و بسیار بسیار چیزهای دیگه ای که در رابطه با اصراف هست و فامیدن که اصراف کنندگان جز کسانی هستند که خداوند آنها را دوست ندارم پس خانم حسن زاده حالا که ما اصراف تعریف کردیم و عزیزان بیننده ما هم بسیار حساس شدن نسبت به این موضوع حالا می میگم عواقب و پیامت های از اون بگویم خب ما که یک قدر میگیم اصراف خوب نیست خداوند هم در قرآن گفته که من اصراف کنندگان دوست ندارم و حتی از اصحاب جهنم اونا را معرفی کردن. خب فکر کنید چقدر حساس است این موضوع و این گفت حال وقتی یه قدر مهم هست و ما گفتیم اصراف نکنیم حالا اگر اصرافی وجود داشته باشه عواقب با و پیامت های او چی است؟ البته عواقب پیامدها ها بسیار زیاده ما امروز میخوایم عواقب و پیامت های فردی رو بررسی کنیم درست بله. است؟ بله. همونجور که شما فرمودیم موضوع برنامه ما اصراف است ما در زمینه های تعریف در جلسات قبلی که در خدمت بینندگان عزیز بودیم تعریفی از اصراف کردیم علل عواملی که باعث میشه که انسان اصراف کنه در زندگی خودش و نکته های اینی رو در زندگی وجود داره و ممکن انسان اصلا به اونها توجهی نداشته باشه در حوزه فردی در حوزه اجتماعی و خانوادگی ما این موارد را از اصراف بیان کردیم و قلم روی او رو توضیح دادیم امروز همونطور که شما فرمودیم ما میخوایم پیامت های فردی اصراف رو بیان کنیم خب اصراف رو میدانیم که که انسان بیاد نعمت خدا رو در در اختیار از او قرار داده زیاد روی کنه درستا. و او رو زایه کنه ام. خب مطمئنا از لحاظ آموزه های اسلام این حرام و ناروا هست بله. و حتی مانند دیگر گناه هایی که انسان انجام میده آثار و پیامدهایی در زندگی از او داره. حالا آثار و پیامت ها در دو قسمه هست میتونه به خود فرد یک آثار عواقبی داشته باشه بله. و او گناه را که انجام میده و حتی میتونه به دیگران مثلا در زندگی از او تاثیر بگذاره اسرافی که یک فرد میکنه برای دیگران اثر گذار باشه و برای اجتماع بله. ما در این جلسه به قسمت اسراف پی... پیامدها و زیان هایی که در فرد داره مورد بررسی قرار میدیم ان در جلسات آتی به بحث پیامدهای اجتماعی از او خواهیم پرداخت بله. اولین ضرری که باعث میشه که به انسان بزنه از لحاظ جسمی و روحی هست اصراف کسی که اصراف میکنه تعادل نداره حتی در خوردن بیش از حد از اون چیزی که بدن از اون نیاز داره میخوره خب بله. این مطمئنا به بدن خود خود خب صدمه میزنه ما سوره صدمه و پیامت جسمی داره احسن. درست ما در سوره عراف داریم آیه یک خداوند متعال میفرمایند کل و وشرف و ولا تصرفو انه لا المصرفين بخورید و بخورید و بیا شامید ولی اسراف, نکنید نکنی. خب مطمئنا علاوه بر اینکه زیان های دیگه ای داره اسراف کردن بر بدن انسان چون خوردن و آشامیدن رو مطرح کردن یعنی حد اعتدال از اون رعایت کنی میان روی میان روی رو واقعا در نظر بگیریم در خوردن و آشامیدن چون انسان وقتی که زیاد غذا میخوره مطمئنا به سلامت جسمی از آسیب میزنن می و حتی بسیاری از دکترها هستن که در این زمین نمیفهمن بیشتر از این بیماری های گوارشی که در اکثر بیماران وجود داره از بابت زیاد خوردن بله، زیاده هست یا زیاد روی در آشامیدن فرقی نمیکنه میتونه در هر دو مد... مورد باشه خب این زیاد روی مطمئنا بر سلامت وقتی که به سلامت جسمی انسان اثر منفی بگذاره به صورت ناخداغا به سلامت روحی انسان هم بله، تاثیرگذار بله. گذار است چون که وقتی ج... انسان از لحاظ جسمی دارای امراض و بیماری های بشه روح از او هم ناراحت است بله. و در عذاب هست و بسیار ناخوشایند است مم. حتی ما داریم بر... وقتی که میخواد این فرد کاری رو انجام بده از لحاظ وقت سلامت جسمی نداره از لحاظ روحی هم بدن از اون کشش انجام اون کار رو نداره میگن عقل سالم در بدن سالم است احسن در یک کلمه کد. مطلب رو نتیجه بیان کلام. کردین احسن یعنی اگر ما جسم سالمه داشته باشیم مطمئناً یک روح روان سالمی هم خواهیم داشت و خانم حسن زاده اگر روح روانی و سالم داشته باشیم جسم سالم داریم یعنی اینا میتونن مکمل همدیگه باشن احسن. واقعا به هم مرتبط بله. هستن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این زمینه میفرماید در حد سیری نخورید که نور معرفت در دلهای شما رو خاموش میکنه یعنی علاوه بر که سلامت جنسی جسمی یک فرد رو باعث میشه دست. که پایین بیاره و لازه جسمی سلامت نداشته باشه حتی معنویت از او پرخوری تاثیر داره سلامت جسمی از او تاثیر داره سلامت روحی از او باید. تاثیر داره حتی به معنویات از او هم تاثیر داره از از مثلا کسل میشه تنبل میشه آه. بدن از او سالت میاره و خیلی از موارد دیگه هست بعد این پرخوری که مثلا شما بیان کردن زیاده روی کردن در خوردن و آشامیدن که همون پرخوری گفته میشه ای اصراف گفته میشه یا پرخوری گفته میشه کدام از اینا هست خب ما برای اصراف نکته خوبی رو اشاره کردیم ما برای اصراف رو میگیم خورد، یا زیاد خوردن یا خوردن کردن زیاد در همه چیز آه. پوشیدن در خوردن حتی مسافرت زیاده روی کردن همین پرخوری از او چیزی که بدن نیاز داره بیش از حد انسان استفاده کنه مم. هم باعث شده که اون مثلا مواد غذایی رو از بین ببره همی که آسیبی به سلامت جسمی خودش زده یعنی منظور نیست که یک نفر به حد مشخص سیر شده ولی بازم بیشتر از او حد از او اشتهای خودش اشتهای خودش بیشتر مصرف میکنه آه. بیش از نیاز بدن خودش استفاده میکنه یعنی از حد اعتدال خارج میشه اه. پس پرخوری که نیاز به مواد غذایی که یک بدن نیاز داره وقتی بیش از حد اعتدال باشه میشه همون اصراف. اصراف اصراف هم معنیش هموز دیگه مثلا یک فرد ممکنه بدن از او در طول روز مثلا فردی از ورزشکار نیست یک فرد عادی هست در طول روز نیاز به سه وعده مواد غذایی داره و در حد مط... مثلا که الهاز حجم مناسب باشه بدن از او نیاز ای پنج وعده میخوره و بیش از او که حجم بدن از او نیاز آه. داشته باشه و خیلی هم از لحاظ مواد غذایی زیادی رو مصرف میکنه این رو میگن اصراف درست است خب حالا که زیاد فرصت هم نداریم که بره میان برنامه ببینیم انشالله در رابطه با اسراف و پیامت های فردی او اولین نکته رو که بیان کردین مشکلات جسمی و روحی بود ای که ما اگر اصراف کنیم در زندگی میتونه صدمه به جسم ما بزنه از طریق پرخوری ها از طریق نداشتن تغذیه مناسب تغذیه مناسب یعنی همین دیگه تغذیه سالم نداره یک نفر یعنی هر چیزی که پیش بیایه مثلا میخورد در حد اعتدال نیست و زیاده روی میکنه که این خودش میتونه مشکلات جسمی ایجاد کنه که خود این میتونه یکی از عواقب اسراف باشه با. درست و مشکلات روحی هم که متعاقباً بعد از مشکلات جسمی برای ای انسان ایجاد میشه حالا خب این مشکلات روحی که شما بیان کردین نسبت به دیگه عوامل هم میشه یعنی یک فردی که به خاطر اسراف دچار فقر میشه بازم میتونه مشکلات روی برش ایجاد شود یا ای که مشکلاتی که در اسراف ایجاد میکنه به خاطر چشم و همچشمی ها سیال زال حالا اینا رو بررسی میکنیم دیگه خب ما بریم یک میان برنامه ببینیم تقدیم عزیزان کنیم و بعد از اون میایم اینها رو بررسی میکنیم همراه ما

سپاسگزار هستیم از حضور همیشگی یک شما هموطنان عزیزم انشالله که همراه با جمع خانواده موفق و پیروز باشند و همچنین بیننده برنامه روشنا همراه با خانم حسنزاده هستیم موضوع برنامه پیامدها ها و عواقب اسراف هست البته پیامدهای های فردی رو امروز بررسی میکنیم و سایر پیامت ها را در هفته های دیگر خانم حسنزاده اول، اولین پیامدهایی هایی که برای یک فرد میتونه داشته باشه صدمات جسمی هست و متعاقب از او صدمات روحی روی. خب میشنویم دیگه دومین ضرر ز... و رو زیانی که باعث میشه اصراف داشته باشه این است که مالی و اقتصادی هست که این واقعا مشهود هست در زندگی ها مثلا باعث میشه کسی که مال زیادی رو مصرف کنه و بیش از حد اون رو استفاده کنه تلف بکنه یک ام... ام... امکاناتی رو فرد داره باعث میشه که اون امکانات خودش رو نابود کنه یعنی در جایی که اس... نباید اون رو استفاده میکرده اون رو استفاده کنه باعث میشه که اون مال تلف بشه خب خود همین با... مثلا یک نوع کفشی داره کیفی داره خب بعضش این فرد به جای وقتی که زمانی که لازم نداره اینو رو جمع کنه در دسترس نباشه مثلا زیر دست و پا نشه و اینها ولی توجه نمیکنه باعث میشه که این همینجوری افتاده باشه و در اثر استفاده با وجود که استفاده از اون نمیکنه همینجوری از بین بره و صدمه ببینه به این خب این نابودی امکانات رو میاد خب در این زمینه خیلی مسائل ما میتونیم اشاره کنیم مثلا زمانی که امکاناتی رو دیگه ای رو داره زمین مختلفی بله. انسان در دست دست از رو هست به اونها توجه نکنه همین خود از این باعث میشه که انسان بیش از امکانات رو استفاده مم. کنه و باعث بشه بیش امکاناتی رو که لازم نداره اونها رو استفاده کنه و بله. این اقتصاد و معیشت خانواده رو تحت تاثیر قرار میده حتی باعث میشه خانواده ای که در سطح متوسط قرار داره او رو به ضعیف بکشانه بله. چون واقعا همش خرج و دخل از دیگه به هم نمیخوره بیش از او که چیزی که نیاز داره ای داره مصرف میکنه و باعث میشه به اقتصاد خانواده آسیب بزنه حالا ما امام... خانواده را مثال بزنیم خانم اصلا بعضی خانواده ها بیشتر توجه دارن که به ظاهر خانه خود رسیدگی کنن مثلا میان کوچ چوکی خود تبدیل میکنن پرده تو شک نمیفهم فرش خود اینا خود با وجودی که نوستن میشه از اون کار گرفت اونا رو میان تغییر میکنن اونا رو تبدیل میکنن نو میکنن بعد از اون میبینن که دوچار مشکلات میشن اصلا حتی آرامش خانواده رو بعض وقتا واقعا بله. سعت مالی خانه در خانواده در حدی نیست دقیقا. که این قد مثلا بخوان تعویز داشته باشن بلی. در وسایل خانه باعث میشه سرپرست خانواده حتی باعث بشه صدمات روحی ببینه چون بلی. باعث میشه که او, او شاید دیگه نیازا رو نتونه برآورده کنه حتی باعث میشه که اختلاف در خانواده پیش بیاد به گومگویی پیش بیاد به خاطر از او که واقعا به ضروریات توجه نمیکنن فقط به فرعیات زندگی توجه میکنن خب ما در کلام امام علی علیه السلام دارن که میفرماین اصراف امکانات زیاد را نابود میکنه علاوه بر که بر انسان صدماتی میزنه که الان میگیم باعث میشه که خانه چهار فرق بشه حتی باعث میشه امکانات زیادی مصرف بشه آه. حتی از طبیعت همون چوکی خود رو میز صندلی خانه رو تعویض میکنن به اجتماع هم آسیب بزنه که انشالله ما بیان میکنیم به اقتصاد جامعه هم آسیب میزنه متان می میتونه حد که در یک خانه و خانواده هست به بقیه خانواده ها هم آسیب بزنه نکته دیگه ای که در ضمن همین ضرر های زیان های مادی هست این است که فقر میاره ام. ما داریم که میگن خانواده هایی که واقعا در مصرف توجهی نمی کنن باعث میشه که به فقر کشیده بشن درستان. یکی از روح های مبارزه در اسلام برای فقر وقتی گفتن محرومیت رو میخوان از یک خانواده ای بردارین یا در صد گسترده بله از یک جامعه مم. یک محرومیت و فقر رو میخوان ریشه‌کن کنی اسراف داد از اون جامعه و خانواده برداری. از بین ببرید و قناعت رو جایگزین کنین احسن و قناعت رو جایگزین کنی خب این باعث میشه که وقتی اصراف در خانواده نباشه یک هماهنگ اقتصادی بین خانواده جاری باشه خب دیگه باعث نمیشه که به خاطر تعویز کردن یک لباسی که ضرورت نداره درسته. یا وسایل خانه ای که واقعا هزینه از او بسیار کلان است برای خانواده خب ضرورت هم نداره او رو تعویز مم. کنه باعث میشه که این اتفاق نیفته و همون قناعتی که شما بله. گفتیم در نیازهای خانواده. اصلی رو میپردازن به او و اونا رو برطرف میکنن وقتی که نیازهایی که ظاهری هست و زیاد اهمیت نداره می امیر میخواستم بگم که بسیاری وقتا بزرگ زیر خانواده های ما نسبت به مسائل ظاهری میپردازن ولی نسبت به مسائل اصلی خانواده مثلا ثبت نام دخترشان برای یک کرس تقویتی برای مثلا ریاضی به... یا یا اگر یک آموختن هنر یا آموختن هنر یا یک بیماری اگه دارن میتونن مثلا اون برن علاج کنن, کنند، درمان, درمان کنن به اونا توجه نمیکنن بیشتر به مسائل ظاهری مثلا توجه میکنن خب اینا کلش به خاطر همین نادیده گرفتن موضوع اسراف هست در زندگی احسن و حتی ناهماهنگی هنگی ایجاد میکنه در خانواده ها ما در این زمینه از امام علی علیه السلام هست که در این زمینه میفرمان اقتصاد و میان روی باعث توانگری میشود و اسراف و ولخرجی باعث فقر و تنگ دستی میشه درستان. یعنی علاوه بر اون که انسان وقتی کسی که قناعت میکنه باعث میشه که هماهنگی در بین دخل و خرج خودش ایجاد کنه باعث میشه که رشد شکوفایی در اون خانه ایجاد بشه باعث بشه که او کسریه های خودشان را جبران کنه و فرد توانگر بشه و حتی وقتی که برعکس باعث میشه بعضی افراد ام. ما شاید هم دیده باشیم از لحاظ سومین نکته که میتونه بیان کنه به این نکته خیلی مرتبط زیان اخلاقی حتی باعث میشه در یک خانواده ایجاد بشه مثلا پدر خانواده واقعا قدرت و توانایی به او شک نداره که این مسائل رو برای خانواده تعیین کنه بله. معین کنه و خریداری کنه باعث میشه که حتی خدای نکرده در کسب و کار خودش به طرف کم فروشی بره ام. و حتی ما کسانی داریم که به رضایل اخلاقی روی میارن وقتی اصراف در او خانواده زیاد باشه مثلا برای تامین هزینه های خودشون باعث میشه حرس ببرزن یا مثلا ربا خدای نکرده رشوه و قسم ناحق در معاملات ما این موارد رو الان کم نداریم در جامعه متاسفانه اینها به خاطر این است که در او خانه و خانواده بعضی وقتها واقعا اصراف جاریه درستان. و یک اخلاقی هم اون سرپرست خانواده مرد خانواده رو باعث میشه که بله. پایین بیاره هم بقیه اعضای خانواده رو درست. باعث میشه که توقعی از اونها رو ببره بالا بسیاره. و خدای نکده به رضایل اخلاقی گرفتار بشن دوست داریم امروز همین مسائل فردی را که اصراف میتونه در او تاثیرگذار باشه را همه را بگویم که از بیننده امروز مسائل فردی رو متوجه شوند انشاءالله ما بعضی وقتا مفاسد اخلاقی که همه نکته رضایل اخلاقی که و از لحاظ فردی در فرد هست این است که ما اگه اصراف رو در او خانه و خانواده ریشه کنیم باعث میشه عزت نفس در رو خانواده باشه دوست. مثلا بعض وقتا از لحاظ مالی یک سرپرست خانواده نمیتونه اونها رو تمین کنه حتی خدای نکرده باعث میشه که از کس و ناکس دست خود به جلو از اونها دراز هم کنه. ارتباط داره به اینها ارزش هایی هستن که اخلاق انسان رو زیان های اخلاقی هستن, اخلاقی هستن که به فرد میزنن اصلا درست. او همون به فقر هم مرتبط هسته ام. یعنی وقتی که به فقر بیاد خدای نکرده این زیان های اخلاقی هم برای فرد ایجاد میشه جایی که نباید مثلا از کسی پول بگیره عزت نفس خودش رو پایین بیاره فرد ولی به خاطر اینکه در, در, اصراف در که ای اصراف ها گیر کرده و مونده چکار کنه باعث میشه که از این ها خودش خارج کنه و به پیش که آسان مثلا پول قرض کنه بله. و از طرف دیگه بعض وقتا فرد نمیتونه به خاطر اصراف های بعدی در زندگی خود او پول رو قرضها رو بده کاری خودش رو ادا کنه, کنه و حتی باعث میشه شرافت او فرد در خطر قرار بگیره جلس. و بیاعتمادی در خانه و خانواده و بعد به اجتماع کشانده بشه بله دقیقا خب دیگه چه پیامت هایی داره خانم ما برای تکمیل همین بس یک حدیثی از امام علی علیه السلام بفرمایید می میفرمایند که شریف ترین شرافت ها یعنی فردی که میخواد شرافت خودش رو حفظ کنه خودداری از اسراف هست اگر فرد دست به اسراف بزند به دست خود اسباب ای که شرافت خودش رو زیر سال برده فراهم کرده بله. یعنی انقدر میتونه از لحاظ اخلاقی برای فرد تأثیر گذار باشه درسته. زیان های بعدی ما تا اینجا زیان های جسمی و روحی رو بله. اشاره کردیم زیان هایی که در بس مالی و توانگری بود بیان کردیم و زیان های اخلاقی هم که اه. برای فرد داره بیان کردیم بله. و اما زیان های معنوی اصراف رو مم. که که میخوایم بیان کنیم زیان های معنوی. پس بس ما آمدیم اصراف رو که میتونه الاز فردی او را بررسی کنیم و باز به دو دسته تقسیم کردیم. دنیاوی و اخروی احسن. دنیاوی شما بیان کردین حالا میپردازیم به اخروی با اخروی و همه زیان های معنوی که ما برای فرد بیان میکنیم میتونه در همین جا باشه حتما به با اخروی هم نباشه دنیاوی اخروی با هم ادغام هست با هم مثل زیان های معنوی کم برکتی در اموال نداشتن و برکت احسن بعضی وقتا بعضی آدم ها رو میبینیم میگن هر چی که میکنیم هر کاری که تلاش میکنیم هر چی مدویم آخر به ای جایی نمیرسیم علت ای برکت اش... نداره علتش این است که تق... یکی از نکات تقوی این است که اوامر الهی رو به جا بیاریم و نواهی رو انسان ترک کنیم یعنی دستورات الهی رو اجرا کنه خب یکی از دستورات الهی همونطور که در اول بحث گفتیم بحث بود که فرد بتانه اصراف رو در زندگی خودش نداشته باشه بله. و او رو دور کنه خب اگه اصراف رو دور کرد تقوا در زندگی از او وارد میشه این البته یکی از اون مواردی از دستورات الهی است دستورات الهی بسیار است یکی از اونها اصراف هد. خب ولی باعث میشه که برکت در زندگی از او جاری باشه خب چقدر تاثیر داره خانزوری خانه و وخ... که هست بعض وقتا میگن ما هر کار میکنیم دهی خانه میاریم مثلا بله احسن. هشت ما گروه مرد خانه میگم هر چی کار میکنم آه. در خانه میارم آخر هم یک بسیاری هست کمبودی ها رو من در زندگی دارم بلی. بسیاری از نداری ها رو در زندگی دارم خب این علتش این است که برکت در او خانه کم آه. رنگ شده درست. یا برعکس بعضی وقتا واقعا افرادی هستن حقوق واقعا مت... مثلا کمی دارن از لحاظ حقوقی و کار بسیار ساده با حقوق کم ولی چون زندگی از اونها به دور از اسرافت به دور از هم... چشمی هم چشمی است به دور از ای... ای... مثلا ایدنس که اد... اصراف کنن باعث میشه که این خانه از لحاظ برکت واقعا بالا باشه و همون نکته که شما فرمودی قناعت در این خانه درسته. جاری باشه بسیار عالی پس برکت در زندگی زمانی به دست می آید که ما متوجه اصراف باشیم احسان. اگر اصراف داشته باشیم در زندگی برکت نداریم و چه بسا افرادی هستن که با پول بسیار کم معاش کم ولی زندگی خوب دارن آرام هستن چرا که برکت در زندگیشان هست بله. از آن یک وقفه تقدیم شما عزیزان و بعد از او با برنامه روشنا همراه باشین و موضوع برنامه ای که عواقب و پیامت های اصراف هست ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب حادی شنبه ریاضی سنف هفت ده تا ده و نیم. کیمیا سنف هشت ده و نیم تا یازده دری سنف نو یازده تا یازده و نیم. یک شنبه کیمیا صنف هفت ده تا ده و نیم فیزیک صنف هشت ده و نیم تا یازده بیولوژی صنف نو یازده تا یازده و نیم دوشنبه فیزیک صنف هفت ده تا ده و نیم ریاضی صنف هشت ده و نیم تا یازده کیمیا صنف نو یازده تا یازده و نیم سهشنبه بیولوژی صنف هفت ده تا ده و نیم دری صنف هشت ده و نیم تا یازده ریاضی صنف نو یازده تا 11 و چهارشنبه دری صنف هفت ده تا ده و نیم بیالوژی صنف هشت ده تا یازده فیزیک صنف نو یازده تا یازده مکتب نیم مکتب هادی دانایی بله با مکتب هادی حتما شما عزیزان همراه هستن و همراه می باشین چرا که آموزش های لازمه به شما عزیزان خواهند داد به خصوص شما دختران عزیز و کسانی که از مکتب پس ماندن و به دنبال علم و آگاهی هستند. پس یک زمان بسیار خوب و یک وقت مناسب است تا اینکه که و از علم و آگاهی لذت ببرین و اما موضوع برنامه روشنا عواقب و پیامدهای های اصراف است پیامدهای های فردی را بررسی میکنیم پیامدهای های جسمی و روحی را رو بیان کردیم و همچنین بسیاری از پیامدهای های اخلاقی و فقر و نداشتن برکت انشالله که برکت نصیب همه شما عزیزان و خانواده های عزیز باشد خب خانم حسن زادم مشنویم پیامت های فردی و اخروی درست است یا فرقی نمیکنه فرقی نمیکنه درست است فرق زیان های معنوی رو داشتیم بحث میکردیم زیان های معنوی یکی که برکت از زندگی انسان کمرنگ میشه دومیش این است که بعضی از افراد همیشه دوست دارن دع... دعای میکنن مستجاب بشه در زمینه اقتصادی ولی اینجا ما میگیم اجابت دعا دیگه همچین فرد مصرف نداره ما این رو طبق حدیثی از امام صادق علیه السلام که فرمودن چهار دسته هستن که دعایشان مستجاب نمیشه امه. و اما او چهار دسته رو واقعا من در زندگی امروز لازم دانستم که او رو بیان کنم بلده. میگه مردی است که در خانه بشینه و بگه خدایا به من روزی بده خب ده ده باعث میشه که این مرد در خانه بشینه و بگه روزی بده خب خداوند میگه از تو حرکت از ما برکت, برکت. و روزی دادن خب دوم این که مرد ای داشت مستجاب نمیشه در خانه نشستن دوم این است که مردی زنی در خانه داره و از او به تنگ آمده و بگه خدای و من رو از شر ای زن نجات, نجات بده, خب میگن خداوند متعال من طلاق زن رو در دست تو قرار دادم پس دعای تو مستجاب نمیشه نمیشه سومین که همین بحث اسراف ما هست میگم مردی مالی داره و اون رو تباه بسازه منظور از تباه یعنی اینکه از بین ببره و اسراف کنه بیهوده خرج کنه آنگاه بگه خدایا به من روزی بده میگوین آیا ما به تو دستور ندادم که در خرج و دخل خودت میانه رو باش و مالت رو تباه نکن. نکن یعنی در مالت اصراف کردی پس اگه عواقبی هست ضرری هست این است که از جانب خودت هست پس الان دعای تو مستجاب نمیشه و آخرین مورد این است که مردی مالی داره و او رو میخواد به قرض بده و هیچ سند و شاهدی بر قرض خودش نمیگیره بعدشی که به طلبکار داد طلبکار منگر شد این شاهدی و چیزی نداره باعث میشه میگه خدایا کاری کن که این طلبکار مال من ما به من برگردانه خب به این میگن که بدهکار میگن زمانی که میخواستی قرض بدی به طرف باید از او شاهد و سندی میگرفتی پس دعای شما مستجاب نمیشه این حدیث در بحال و انوار ذکر شده بود از امام صادق واقعا میتونه برای امروز برای زندگی های امروز بله. درس داشته باشه بعدی نکته بعدی بعد از استجابت عدم استجابت دعا در اصراف از ضررهای فردی این است که خداوند متعال باعث میشه فرد رو محروم کنه از هدایت خب ما یه هدایتی داریم که همه بندگان هدایت اولی است که همه بندگان شامل از او میشه ولی یک هدایت دیگه هست که خداوند او رو افراد خاص و مورد لطف خودش قرار میدن که میگن خداوند متعال وقت همباره رحمتش گسترده است و زمانی افراد خاصی رو تحت حمایت خاص خود قرار میده ولی انسانی که از زیان اصرافکاران باشه این دهمت قرار, قرار, قرار نمیگیره نمی که سوره قافر هست آیه 28 که خداوند متعال میفرماید <applause> ان لا حل لا من هو مسرف الکذاب میگه همان خداوند کسی که کار و دروغگو از تحت هدایت خودش قرار نمیده. خب چقدر متان انسان ضرر کنه وقتی که مورد لطف و هدایت خداوند قرار نده. میتانیم بگیم که یک کسی رو خداوند با حال خودش واقع کنه. بله. یک خطر هست از واقعا واقع از ضررهای فردی هست که متان ب... از لحاظ معنوی به انسان بله. بله. بزنه و خیلی هم در زندگی افراد تأثیر گذار هست درست. وقتی که از لطف و, خ... و رحمت خداوند دور بشن چقدر تأثیر حالا ما یه مثال مثال بزنیم که وقتی که از لطف و رحمت یک مثلا تحت پدر مادر بگه به بچه خودشون بگن من تو دوست ندارم و به فلان لطف رو نمیکنم او بچه چقدر بر میشه و باعث میشه بله. که احساس نگرانی درست. کنه شما فکر کنید که خداوند متعال که در تمام عالم تصرف داره همچی فرد رو حرفی رو به انسان بزنه چقدر میتونه در زندگی انسان تأثیر گذار باشه دقیقا همینطور است و اگر ما به این مسائل دقت نکنیم اگر از درگاه پر از لطف و احسان خداوند دور باشیم و بر حال او رحمت الهی به ما نرسه و ما به حال خود ما رها باشیم در این دنیا مطمئن باشیم که جز سختی و مشکلات چیزی نخواهیم دید بزرگترین زلر هست میتونیم مورد دیگه که ضررهایی هست که اصراف داره و ضررهای معنوی بر فرد داره این هست. که مورد خشم الهی انسان قرار میگیره و ای بالاتر از او دیگه اهل دوزخ میشه ما داریم در قرآن مجید بارها گفت خداوند متعال فرمودن ان انه لا يحب المصرفی یا حتی در حدیثی از امام صادق علیه السلام هست که اسراف کار مورد قذب خدا قرار میگیره چون واقعا مالی رو به هدر داده مم. که نباید او رو به هدر میداد و به استفاده بهینه از اون میکرد چه برای خودش اگه خودش لازم نداشت برای دیگران او رو بله. قرار میداد خب در سوره قافل آیه 43 هم که خداوند میگن همان و مصرفید اهل دوزخ هستند همونطور که شما فرمودید بله، بله. که واقعا وقتی که این هشدارها رو خداوند متعال برای ما بده باید یک تکانی در زندگی های خودمان ایجاد کنیم وقتی من این آیات رو میخوندم گفتم چقدر اصراف هایی که ما در زندگی داریم و به اونها توجه نمی درست. کنیم چه توبیخ هایی آمده برای ما بله. که اینها میتونه در زندگی های ما تاثیر باشه از لحاظ برکت در زندگی از لحاظ هدایت انسان بله. و از لحاظ خشم و اهل دوزخ شده خب سایر پیامت ها پیامت دیگه که ما میتانیم بیان کنیم خاری در قیامت هست خب چقدر میتانه ای برای انسان اثرگذار باشه این وقتی که اصراف کرد ای دنیای خودش رو معمولا با کم برکتی در دنیا و, و بسیاری از موارد های که ما جسمی و روحی, روحی و فقر و این مسائل ها این دنیای خدا میتیم حالا او دنیای خدا دست میتیم خاری در معلوم میشه دارد. که با اصراف کردن ما هم دنیا و آخرت خود از دست میتیم خلاص احسن. هر تحت تاثیر اصراف قرار میگیره با وجودی که ما شاید توجه نکنیم بگیم حال ما یک گلاس او رو به خارج از مثلا هدردادون به خارج از اون چیزی که مثلا میخواست مثلا در, در, داخل یک دیگ میخواستم برسم او رو به بیرون ریختم خب چی ارزش داره یک کتری او رو که من گذاشته بود چای جوش بیای حال ما رو خارج مثلا بله. حالا مهم نیست بعضی خوب. از افراد حتی میخوان که یک وضو بگیرن آب باز میکنن اما قسم یک وضو میخوان بگیرن یک وضوعی که در بسیار آب کم میشه آدم هست. گرفت ولی ببینی که آب اما تو واز هست و نفر میخواد وضو بگیره خب اینا کلش نمونه های اسراف است که حالا ما در لابلای صحبت ها یادآوری میکنیم که گاهی وقتها همین ها هم برای ما قفلت هست گاهی وقتا غافل هستیم از این موضوع بله در مورد خمزوری در مورد خاری در قیامت رو من فرمایشی از امام علی علیه السلام که میفرمایند در عطای بیت المال رعایت مساوات میکردن یعنی وقتی بیت المال رو به افراد تقسیم میکردن مساوات رو اجرا میکردن ادهی از خودخواهان به حضرت ایراد گرفتن و اون رو برخلاف سیاست دونستن حضرت ضمن یه خطبه رو بیان کردن گفت فرمودن آگاه باشید که بخشیدن مال در غیر حقش اصراف هست آه. یعنی حتی یعنی خیلی نکته ریزی رو دارن بیان میکنن که حق کسی رو به دیگری بدی اصراف است علاوه بر که عدالت رو رعایت نکنیم این کار در دنیا انجام دهنده اون رو بالا میبره ممکنه طرف خود شیرینی کنه مثلا یک محفل گرفته که واقعا در شن خانوادگی از اون نیست بگه که فلانی رو میگه یک محفل گسترده گرفت بسی... انواع از قضاها در اون محفل چیده شده بود خب سفره کلانی انداخته بود در صورتی که شن فلانی نبوده برد. چون شعن از او خود چنین محفلی نبوده که بندازه و بسیاری از قضا رو حساب حالا ممکن است مردم بگن ولی جالب اینجاست که این رو اشاره کنیم مردمی به این چیز اشاره میکنن که درایت ندارن اگه فهم درستی داشته باشن این اصراف رو متوجه میشه خب میگن در مرد دست مردم گرامیش می نما. یعنی او رو بالا می ولی در آخرت موجب می شود که این فرد سرفکنده باشد مهم. یعنی خاری در آخرت برای او بوده چرا چون که حق چون هیچ کس مال خودش رو در غیر اون چیزی که حق از اون است نباید به مصرف کنه و به غیر اهلش هم نباید بسپره جز اینکه خدا او را از سپاسگزاران آنها محروم ساخته درست. و محبتش را از دیگران یعنی خود خدا دیگه درست رو بالا بردن تمجید کردن و محبتش رو باعث میشه از اونها برداره یعنی خود خدا یک کاری میکنه که محبت این فرد گرچه خودش خودی نشان داده درست. ولی در دل اون مردم ایجاد ام. نشه پس ما میتونیم یک نکته رو با توجه به این وظایفی که ما گفتیم که ضررهایی که داریم ولی یک وظیفه ما داریم ضررها زیاد بود که درستم. ما گفتیم ضرر جسمی رو گفتیم میتونه که روحی هم باشه و ضرر مالی رو گفتیم که بحث اقتصادی و مشیت بود و ضرر اخلاقی که به انسان به شخصیت بله. انسان آسیب میزنه که میتونه خودش ضرر کلانی باشه و ضررهای معنوی رو ما گفتیم مه. که در لاپلای از اینها نکته‌ای زیاد بیان کردیم این رو میتونیم بیان کنیم که وظیفه هر انسان در قبال اون نعمت هایی که خدا به او داده درسته. چون نعمت های زیاد خداوند در اختیار انسان قرار داده وظیفه از او شکر هست بله. و یکی از چیزهای از کارهایی که انسان میگه فلانی شکر است این است که اسراف نکنه بسیار چون اصراف کردن خودش باعث میشه ناسپاسی خداوند رو فرد بده نکته بسیار حساس رو بیان کردین در آخرین لحظات تشکر میکنیم خانم حسن زده ای که اگر ما اصراف کنیم این اصراف ما نتیجه ناشکری ما هست یعنی که اگر ما ما میگیم در زندگی همیشه شکرگزار نعمت ها باشیم یکی از راه های شکرگزاری نکردن اصراف هست یعنی اگر ما اصراف نکنیم یعنی که از نعمت های خداوند شکرگزاری کردیم انشالله که همه قسم باشه همه شما عزیزان جزء افرادی باشین که همیشه با مصرف درست و اعتدال همیشه در زندگی زندگی تانا پیش بردین و همیشه جزء بهترین ها بودین تشکر سپاسگزار از حضور شما خداحافظی میکنیم و از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده که همراه ما بودین خدا نگهدارتان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم